الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دوستان، شما گرامیان، شما کربلایی های عرفه. جگرم سوخت شنیدم که عزیزی میگفت، جگرم سوخت شنیدم که عزیزی میگفت، هر که دارد هوس کربلا بسم الله، هر که دارد هوس کربلا بسم الله. من هنوزم ته صف منتظرم آقا جان، من هنوزم ته صف منتظرم آقا جان. همه رفتند، دلم سوخت در این حسرت و آه. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله. من اراد الله به خیرا رزقه الله خلیلا صالحا. هر کس که خداوند برای او خیر بخواهد، دوستی شایسته نصیب او خواهد نمود. داشتن دوست و برخوردار بودن از ارتباط عاطفی دوستانه یک امر ضروری هست برای تمام مردم. حتی اگه آدم موجودی اجتماعی نباشه، داشتن یک دوست برای او یک ضرورت. چگونه دوست خودمونو بشناسیم؟ ملاک دوست خوب چیه؟ در قرآن کریم و کلام اهل بیت علیهم السلام ملاک‌های مهم برای دوست خوب بیان شده که به اختصار به بعضی از اونها اشاره می‌کنم خدمت شما. یک، دوست خوب کسیه که مزین به صفات ایمان و اخلاق باشه. دو، دوست خوب عاقل و خردورزه. سه، خیانت تو صفات اخلاقیش نیست و ستمکار و سخنچین نیست یک دوست خوب. چهار، اون چه برای خودش میپسنده برای تو هم میپسنده و اون چیزی که برای خودش نپسنده برای شما هم نمیپسنده. شماره پنجم، قطع کننده رحم نباشه، که امام باقر در همین موضوع میفرمایند: پدرم امام سجاد علیه السلام مرا نصیحت فرمود، ای پسرم از رفاقت با کسانی که قطع رحم میکنند بپرهیز، زیرا آنها را در قرآن شریف سه بار مورد لعن و نفرین یافتم. شخصی که با نزدیکان خودش نتونه درست معاشرت بکنه در حالی که اونا از گوشت و خونش هستن، چطور میشه با شما دوست خوبی باشه و بتونه رابطه عاطفی و دوستانه‌ای با شما برقرار بکنه؟ شماره 6، عیبجو نباشه. و شماره 7، اینکه از دشمنان خدا نباشه. یه بخش از برنامه ببینید، انشاءالله خدمتتون میرسه. درباره دوستی و محبت بین مردم صحبت کردیم. در همین رابطه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: لا تزال امتی بخیر ما تحابوا و تحادوا و ادوا الامانه. امت من تا هنگامی که یکدیگر را دوست بدارند، به یکدیگر هدیه بدهند و امانت داری کنند، در خیر و خوبی خواهند. چون قرار این رابطه دوستی ارتباط عمیقی در مسیر و هدف زندگی ما داشته باشه. دوست واقعی رو از کلام اهل بیت و پیامبر اکرم و قرآن کریم میشه شناخت، که گزیده ای از اونها رو برای شما بیان میکنم. در حال بی‌نیازی و فقر دوستی او عوض نشود. در هنگام عصبانیت بدگویی تو را نکند، به نماز اهمیت بدهد. در هنگام سختی و
راحتی انسان اهل نیکی باشد. هنگام از بین رفتن توانایی انسان، دوستیش از بین نرود. تمام این موارد رو توی روایتامون داریم و ما تفاصیل این موضوعات رو به خود شما میسپاریم. دوستان باید دقت و وسواس داشته باشیم تو انتخاب دوست. دوستان باید با دقت و وسواس دوست خودمون رو انتخاب کنیم، چرا که بیشترین انحرافات ریشه‌ای در معاشرت با دیگران اتفاق میافته. اغلب افرادی که دچار انحراف و مفاسد اخلاقی میشن بر اثر معاشرت با دوستان فاسد هست. در سوره فرقان آیه های 27 و 29 آمده است که روزی که ظالم از شدت حسرت و پشیمانی دست خود را به دندان گرفته و میگوید ای کاش فلان فرد را دوست خود نمی گرفتم که رفاقت او مرا از پیروی قرآن و رسول خدا محروم ساخت و مرا گمراه گردانید. و شیطان مایه خذلان و گمراهی انسان است. از حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدند بالاترین لذت و عیش دنیا چیست؟ فرمود وسعت خانه و کثرت دوستان، داشتن دوستانی که همراه انسان باشند، زندگی رو زیبا و هدفمند میکنه. البته با ملاک و معیارهای خاص دوست رو باید انتخاب کرد. دوست و رفیقی که آیین دوستی رو بلد باشه و موجب پیشرفت برای دوستش باشه. و این پیشرفت میتونه مادی باشه یا معنوی. دل آدم با داشتن دوست خوب قرص و محکم میشه، دل آروم میگیره و قدرت آدم چندین برابر میشه، چون دوست خوب پشتوانه‌ای برای ماست و اهمیت و ارزش دوستان در زندگی ما بسیار زیاده. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عندك. همونطوری که در اول برنامه روایتی نقل کردم که اگر خداوند خیر کسی رو بخواد، دوستی شایسته نصیب وی خواهد کرد، از خدا میخواییم که برای من و شما خیر و خوبی رو رقم بزنه و دوستان کثیر نصیبمون کنه و ما هم برای رفقامون دوست خوبی باشیم. و اما تمام این صحبت‌ها رو کردم در برنامه زیارت عرفه که به این نقطه برسم که بگم خدمتتون الامام انیس الرفیق. میدونید رفاقت یعنی چی؟ رفاقت یعنی لطف و مدارا کردن، یعنی مهلت دادن. رفیق شفیق اونیه که حتی اگه یه بار رنجوندیش یا یک بار بهش بدی کردی باهات مدارا بکنه، یعنی که بهت مهلت بده. حالا کی اون رفیق که رفاقتش مالا مال از محبت در مقابل تو باشه؟ و شأنکم الحق و صدق و رفق، این رفاقت صادقانه
و جوانمردانه که همراه با گذشت و مدارا هست از شؤون ائمه معصومین علیهم السلام. کدوم دوستی این چنینه؟ اصلا چه کسی رو باید به عنوان دوستی انتخاب کنیم؟ درد و غربت و تنهایی رو باید برای کدوم دوستمون بازگو بکنیم؟ امام رضا علیه السلام فرمودند الامام انیس الرفیق، امام مونسترین دوست توست. روزهای زیارت سید الشهدا علیه السلام تو راهه و اون دست از عشاقی که توان دارن و به زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه بیان از حالا بالا بندینشون رو ببندن و آماده سفر معنوی بشن. رفقا میخوام دعوتتون کنم به زیارت حضرت دوست، اونم چه دوست و رفیقی، اونی که هر کی در خونهشون اومده چه مخالف و چه موافق، هر چی از ذهنش خطور کرده گرفته و رفته. خوش به حال اونایی که با امام حسین علیه السلام رفیقند. رفقای امام حسین علیه السلام، حضرت دوست شما رو روز عرفه به زیارت کربلا دعوت کرده. فرصت کمه تا کربلا و برای اومدن به کربلا فقط یک یا علی باقیه، پس یا علی بگین و عشق رو آغاز کنید. به رسم ادب باز هم شما رو دعوت میکنم به صحن و سرای آقا سید الشهدا علیه السلام. این شما و این کربلای معلا، این شما و این ذریح ششگوشه آقا سید الشهدا علیه السلام، این شما و این بین الحرمین، این شما و این حرم علمدار کربلا آقا ابوالفضل عباس، یا علی مدد خدا میگردم.